یکشنبه 9 بهمن ماه بیننده مجموعه خبری ساعت 13 هستید. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. ادامه خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی. مردم در محله‌های مختلف تهران و کرج شعارهای شبانه ضد حکومتی سر دادند. ایرانیان نروژ و سوئد در همبستگی با و حمایت از مردم ایران تجمع کردند. ادامه خیزش جهانی ایرانیان برای تروریست خواندن سپاه پاسداران. ایرانی‌ها در مونترال کانادا خواستار قرار گرفتن این نهاد نظامی در فهرست گروه‌های تروریستی شدند. انتشار ویدیوهای تخلیه سفارت جمهوری آذربایجان در تهران. گزارش‌ها حاکی از بالا گرفتن اختلافات دیپلماتیک میان ایران و آذربایجان در پی حمله به سفارتخانه است. باکو می‌گوید حمله سازمان یافته و تروریستی بوده. این یه پد آخوندم فواهی چرانی میدونم چی انفجار در یک مرکز مهمات سازی در اصفهان به دنبال حمله پهپادی. وزارت دفاع ساقط کردن یک ریز پرنده خبر داد و افزایش مجروحان زمین لرزه 5.9 ریشتری در آذربایجان غربی. آخرین گزارش ها حاکی از کشته شدن 3 نفر و مصدومیت بیش از 816 نفر است. سیما قیاسی هستم، همراه شما با مجموعه خبری دیگری تا جدیدترین تحولات سیاسی و اجتماعی در ایران شامل آخرین خبرهای مرتبط با خیزش انقلابی مردم علیه جمهوری اسلامی را در این بخش خبری پوشش بدیم. خیزش انقلابی مردم ایران در پنجمین ماه با سر دادن و نوشتن شعار، تجمع بر مزار جانباختگان در شهرهای مختلف و سایر شیوه‌های نافرمانی مدنی همچنان ادامه دارد. شب گذشته هم مردم در تهران و کرج شعارهای شبانه سر دادند. شماری از این ویدیوها رو با هم ببینید. رشته بهمن مهشهر کرج. شنبه شب 8 بهمن تهران سر. قسم به خون یاران استاده ایم تا پایان. طبق روال هر شب مرگ به دیکتاتور. رشته بهمن مهشهر کرج. جوانان محلات تهران برای برگزاری جشن صده
در روز دهم بهمن ماه فراخوان دادم. در این فراخوان آمده بیایید همه با هم به رسم نیاکان با برافروختن آتش در تمام محلات تهران و کل کشور در آغاز شامگاه دوشنبه دهم بهمن ماه جشن صده را برگزار کنیم. همکارمون لیلا سعادتی اینجا همراه ماست تا ابتدا قدری درباره این جشن بگه و این فراخوان بیشتر. آره، فردا ده بهمن هست و خب جشن صده در تاریخ ایران باستان یک جشن قدیمی هست، به چله کوچیک هم در واقع شهرت داره این و به هر حال آنچه که ما میدونیم بسیاری هم در شبکه‌های اجتماعی در یکی دو روز اخیر نوشتن که بعد از انقلاب 57 و ورود جمهوری اسلامی به در واقع به ایران ممنوع شد در برگزاری این جشن در بسیاری از استان‌ها، فقط در بعضی جاهای کوچیک در واقع ممنوع شد، بسیاری در واقع خیلی محدود شد گذشته مردم بهش می‌رفتن دقیقاً دیگه نیست و به هر حال این جشن باستانی هستش و اینکه آتش روشن کنن مردم و دست به دست هم دور آتش میچرخن که خیلی نماد داره، در واقع هم میگن که آتش روشن کردن در واقع نور، یعنی پیروزی نور بر تاریکی هست و اینکه گرما امید، دقیقاً گرما امید و اینکه آتش انقلاب، یعنی چیزی که در موردش نوشتن که آتش انقلاب همچنان فوران هست و ادامه داره، خاموش نشده این آتش و همچنین که اینکه دست به دست هم میدن مردم، کسایی که تو این جشن شرکت میکنن، همبستگی و اتحاد رو میرسونه و این که به هر حال فضاهای عمومی دوباره در دست مردم خواهد بود، در واقع یک فراخوان هوشمندانه است از طرف جوانان محلات دقیقاً و اینکه نه تنها در مورد تهران، در مورد بقیه شهرها هم، در واقع جوان محلات بقیه شهرها هم فراخوان دارن میدن و از مردم میخوان که حضور داشته باشن، شب در واقع بیان به خیابان، خیابان از آن خودشون بکنن، دوباره همبستگی داشته باشن، دوباره به خیابان ها تسخیر بکنن و اینکه همون چیزی که گفتی آتش روشن بکنن و این جشن رو در واقع بزرگ بدارن. در واقع لیلا، همونطور که بین صحبتات اشاره کردی، این خیزش، این اتحاد مردم به شکل‌های مختلف همچنان ادامه داره و از هر فرصتی دارن استفاده میکنن، مثل همین جشن صده، مثلا از هر فرصتی به هر در واقع هر چیزی که همبستگی، همدلی، اتحاد رو در واقع بیشتر میکنه، در واقع جوونا به ویژه و همچنین مردم دارن ازش استفاده میکنن. چه خودم گفتی همچنان شعار دادن در محلات مختلف، به ویژه میدون که محل محور هست این انقلاب، بیشتر به ویژه اوایلش خیلی محل محور بوده، در بلوک‌های ساختمانی، در مجتمع‌های بزرگ همچنان مردم شعار میدن و به شکل‌های مختلفی در واقع شکلش هم تغییر میکنه، همچنین شعار نویسی بر در و دیوارها همچنان ادامه داره، میرن مزار کشته شده اونجا گل میذارن، تجمع میکنن و همچنین شیوه‌های مختلف نظری میپزن، به ویژه برشون نظری میپزن و بین نیازمندا پخش میکنن و بزرگترین دستاورد این انقلاب همون هستش که تعداد زنانی که حجاب از سر برداشتن در شهرهای مختلف داره مدام افزایش پیدا میکنه و نافرمانی های مدنی مختلف افزایش پیدا کرده. همچنین جشنواره فیلم فجر رو داریم، دیدم که مثلا دقیقاً یک در واقع مردم یه تعداد رفتن و رنگ خون پاشیدن روی بیلبورد و بنر جشنواره فجر. خب یکی از در واقع اون شکل های مختلفی هستش که هی مدام به روز میشه، یا اینکه در متروها شعار نویسی میکنن در اماکن مختلف همچنین. و به هر حال موضوع این هستش که علاوه بر اینکه حالا در داخل ایران این خیزش انقلابی به وجوه مختلف داره، یعنی شکلش تغییر میکنه، ولی همچنان زنده و پویا هست. به هر حال امیدیم که کارزار منزوی کردن بیش از پیش جمهوری اسلامی هم در خارج از ایران در حال پیشروی هست، بنابراین امیدیم که در شکل‌های مختلف همه چی دست به دست هم داده و مردم همچنان دارن به این اعتراض‌ها و در واقع ادامه دهنده این خیزش هستن، حضور دارن. ممنون از سلیدا. در ادامه همبستگی و حمایت ایرانیان خارج از کشور از خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، گروهی از ایرانیان مقیم نروژ مقابل پارلمان این کشور در اسلو تجمع اعتراضی برگزار کردند. Yeah.
ایرانیان مقیم هامبورگ آلمان در اعتراض به بازداشت توماج صالحی در مرکز این شهر گرد هم آمده ترانه های اعتراضی خواندند. Internationale solidarité. Bego ho! Di! Internationale solidarité. Ironi, dakpesan, hakka to faryat pesan. 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 Iron. در مونترال کانادا ایرانیان با برگزاری تجمع با خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی اعلام همبستگی و حمایت کردند. در شهر گوتنبرگ سوئد هم با برگزاری تجمع اعتراضی و اجرای برنامه‌های هنری ایرانیان بر همبستگی و حمایت خود از خیزش انقلابی مردم ایران تأکید کردند. Let's
شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از روم همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب مدرس. ایرانیان در شهرهای مختلف اروپا دست به تجمعات اعتراضی میزنند که مهمترین خواسته اون قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی، فارغ از اون چیزی که ما در استراسبورگ در سطح بسیار گسترده شاهدش بودیم. چه عواملی باعث شده که در واقع ایرانیان این شکل به این صورت با تداوم گسترده بر این خواسته پافشاری کنند؟ درود بر شما، درود بر مردم شجاع و شریف ایران. ببینید، اساسا وقتی که بحث مبحثی مثل تروریسم پیش میاد، ما بعضی وقتا باید برگردیم به اون باری که این نمایندگی میکنه نگاه کنیم، رجوع کنیم و ببینیم چه اتفاقی داره میفته. اساسا واژه تروریست و تروریسم وقتی استفاده میشه که گروهی، فردی، افرادی، اینا میان به شکل سازمان یافته دست به اقداماتی میزنن که موجب به نوعی پراکنش و افزایش ترس و ارعاب در یک سیستم میشه، حالا در یک جامعه میشه، در یک منطقه میشه. اتفاقی که میفته این هستش که اساسا سپاه پاسداران در این 40 سالی که داره از عمر و حیات خودش میگذره، در سطوح مختلف، در داخل کشور، در خارج از کشور، با سرکوب مخالفان، با سرکوب هر کسی که به هر حال در راستای افکار جمهوری اسلامی گام بر نداشته، با حذف فیزیکی، با از بین بردن، تنها کاری که انجام داده این بوده که اومده این ترس رو افزایش داده، اومده ترس در محیط اجتماعی ایجاد کرده، اومده قدرت دیالوگ سیاسی رو از بین برده و اون چه که به بار آورده چیزی نبوده به غیر از حالاتی که میتونسته شروع کننده جنگ باشه در جامعه، و اومده صلح و امنیت پایداری رو که وظیفه هر دولت و هر حکومتی هست که اون رو حفظ کنه، چه در داخل و چه در خارج، در رویارویی و در جایی که در مقابله با سایر کشورها قرار میگیرن، تمام این رو اومده از دست داده و به نوعی خلاف اون عمل کرده. برای همین میشه گفت که اساساً ماهیت وجودی سپاه پاسداران و عمل کردش در تمام این سالها جدای از تروریسم نبوده و مردم به درستی این رو متوجه هستن و خواهان این هستن که سپاه پاسداران در قبال آنچه که انجام داده مسئول شناخته بشه. این تجمع‌ها با توجه به تصویب تروریستی بودن سپاه پاسداران در پارلمان اروپا چقدر میتونه دیگر کشورها رو در واقع مجاب بکنه برای این اقدام، انجام اون؟ ببینید، یه بحث خیلی مهمی که ما داریم وقتی که بحث همکاری‌های بین‌المللی در یک موضوع پیش میاد این هستش که یک رویه قانونی باید شروع بشه. برای اینکه اساساً شما خیلی جاها برای اینکه بتونید یک رویه قانونی رو پیش ببرید نیاز دارید به استناد به رویه‌های پیشین. برای مثال خدمتتون عرض می‌کنم، اگه یکی از اعضای اتحادیه اروپا الان بیاد بنا بر دلایل و اتفاقاتی که در بخش درون‌مرزی خودش افتاده، در اون تریتوری، در اون تمامیت ارضی خودش اتفاقی افتاده باشه توسط سپاه پاسداران، وقتی میاد این رو به عنوان یک اقدام تروریستی میشناسه و سپاه رو یک سازمان تروریستی میدونه، این زمینه رو ایجاد میکنه برای اینکه در مرحله بعدی به شکل جمعی سایر اعضا هم بتونن بیان استفاده کنن از این رویه قانونی که پیش از این ایجاد شده بوده و استناد کنن به اون برای اینکه سپاه رو به همون دلایل و به دلایل همکاری‌های مشترکی که دارن یک سازمان تروریستی بدونن. برای همین بسیار بسیار این اقدام موثری خواهد بود، چون که اساساً باید یادمون باشه سیاست‌گذاری در مرحله اتحادیه اروپا یک اقدام یک لحظه‌ای و یک آن نیست، بلکه یک پروسه هست و این پروسه الان آغاز شده. کوتاه می‌فرمایید که چه تبعاتی می‌تونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ بله، ببینید، ساده‌ترین عواقبی که به نوعی در گریبانگیر سپاه خواهد بود اینه که هرگز نباید فراموش کنیم سپاه یک بنگاه بزرگ مالی و اقتصادیه و به همین دلیل تمام کسانی که به هر نحوی بخوان با سپاه پاسداران در ارتباط قرار بگیرن، نه تنها شامل جریمه ها و بسیاری از مواردی میشن که پیش از این اونها رو هدف قرار میگرفت، بلکه الان دیگه به نوعی و به شکل رسمی از اینجا به بعد اینها متهم میشن به همکاری با تروریسم، که همکاری با تروریسم جرمی هست که عواقب بسیار بسیار سنگینی رو میتونه براشون در پی داشته باشه.
ممنون از شما شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی و کارشناس روابط بین الملل از ایتالیا. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد شب گذشته مقام‌های وزارت خارجه آذربایجان بعد از حمله به سفارتخانه این کشور در تهران اقدام به تخلیه سفارت کردند. پیشتر سخنگوی وزارت خارجه آذربایجان از تخلیه سفارت این کشور در تهران در پی حمله مسلحانه خبر داده بود. روز جمعه وزارت خارجه این کشور اعلام کرد یک نفر با اسلحه وارد سفارت شده و شروع به تیراندازی کرده. در جریان این حمله رئیس تیم حفاظت حراست کشته و دو نفر از نگهبانان مجروح شده. شب گذشته رئیس جمهوری آذربایجان در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی با تأکید بر تروریستی بودن حمله به سفارت این کشور خواستار اقدام جمهوری اسلامی شد. علیوف در این گفتگوی تلفنی با محکوم کردن حمله به سفارت این کشور گفت اگر مهاجم خلع سلاح نمی‌شد می‌توانست با ورود به آپارتمان محل سکونت کارمندان سفارت خانواده آنان را ترور کند. بنا به گزارش وبسایت‌های داخلی ایران ابراهیم رئیسی در این تماس تلفنی گفته دولت‌های ایران و آذربایجان اجازه نمی‌دهند روابط دو کشور تحت تأثیر القاعات بدخواهان قرار گیرد. رضا طالبی روزنامه نگار از استانبول همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب طالبی. در حالی که جمهوری اسلامی سعی داره این حمله رو نوعی در واقع حمله شخصی تلقی بکنه، ما می‌بینیم کماکان باکو تاکیدش بر اینه که حمله کاملا تروریستی و با برنامه‌ریزی قبلی صورت گرفته. این اختلاف نظر از کجا برمیاد؟ ببینید، خب سابقه جمهوری اسلامی ایران در مراودات دیپلماتیک و همچنین مواضع اونها نسبت به مناطق دیپلماتیک به ویژه سفارتخانه ها و کنسولگری ها مشخص. خب از اول انقلاب تا الان نگاه بکنیم، از سفارت مصر، بریتانیا، ایالات متحده و کنسولگری عربستان گرفته تا امروز سفارت جمهوری آذربایجان در تهران. ببینید، بعد از خب جنگ قره‌باغ و همچنین خب کمک هایی که اسرائیل به آذربایجان انجام داده بود و حمایت هایی که جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان انجام داد، به نوعی روابط دو کشور وارد مرحله بحرانی خودشون شد. بعد از اون مراحل ما دیدیم که بالاخره در مراودات دیپلماتیک و حرف هایی که بین دو طرفه رد و بدل می شد، خب تهدیدهای ضمنی هم بود که مسئله در قبال همین اعتراضاتی که در ایران شکل گرفت و حمله به سفارت آذربایجان در لندن رو هم که وابسته به گروه شیرازی ها در عراق بودن که خب مناسبت شاید خوبی هم با جمهوری اسلامی ایران نداشت باشه، در این بسته میتونیم تعریف بکنیم. اکنون اما مشخصا فردی که امروز به سفارت آذربایجان حمله کرد، آقای حسینزاده، امروز هم آقای کاظمی در مصاحبه ای که با شرق هم انجام داده بود اشاره کرده بود که این فرد دچار جنون است. این چیزی که ما قبلا هم میگفتیم که 9 ماه هست که مراجعه میکنه به این سفارت و کسانی هم که به سفارت خانه ها به صورت قرار مراجعه میکنه حتما در تیرس نیروهای امنیتی هستن و این فرد اصرار داره که همسرش در این سفارتخانه وجود داره، در حالی که وقتی که کودکانش مصاحبه میکنن با خبرگزاری صدا سیما میگن که 8 روز پیش ما با خانواده و با مادرمون صحبت کردیم. علی حال جمهوری اسلامی ایران تلاش داره با تلقی انگاری این مسئله به عنوان یک مسئله شخصی که در حوزه کلاشینکوف و پرتاب کوکتل مولوتوف هست، روابط رو به نوعی ترمیم بده. هم سخنان آقای امیر عبدالله و همچنین آقای رئیسی در این جهت است، اما مشخصا جمهوری آذربایجان قصد داره که سفارت خودش رو تخلیه بکنه. هنوز مشخص نیست که آیا روابط در سطح کاردار خواهد بود و یا کنسولگری، اما آنچه که مشخص است کنسولگری در تبریز ادامه خواهد داشت. روابطی که در سال 2014 قرار بود که حتی کنسولگری در مشهد هم ایجاد بشه، امروز به جایی رسیده که جمهوری آذربایجان که عضو شورای اروپا هست و در سیاست شرقی اتحادیه اروپا هم قرار داره، نوعی با تلقی تروریستی بودن این مسئله کمک هم بکنه در جهت جریانی که سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به اون رو قرار هست که در لیست تروریستی اروپا قرار بده. و به نظر من این با آغاز یک جریان است که در اروپا ما باید پیگیران باشیم. روابط دو کشور پیشتر هم دچار تنش بود. آیا ناخشنودی دولت آذربایجان ارتباطی با حمایت ایران از گروه های شیعه که مخالف دولت آذربایجان هم هستند، ارتباطی بین این
ببینید بله خب حمایت جمهوری اسلامی ایران از گروه های وکالتی به ویژه در سال پس از 1990 شروع شد که با آقای روشن جعفرو قرار بود که نیروهای مجاهد افغانی رو وارد بخش قره‌باغ بکنن. بعد از اون جمهوری اسلامی ایران با حمایت هایی که از کمیته امداد و نفوذ کمیته امداد در جمهوری آذربایجان و برخی از جمهوری های آسیای مرکزی به ویژه تاجیکستان انجام داد، شروع به حمایت از چنین گروه هایی کرد. تیپ حسینیونی که امروز مجموعی از فعالیت هایی که در گذشته جمهوری اسلامی ایران علیه جمهوری آذربایجان رو در خودش به صورت چگالیوار داره نگهداری میکنه، به سرپرستی آقای توحید ابراهیم ویلی که الان هم در قم و در مجموعه نور حضور داره، تیپی است که فعالیت های گسترده ای رو در راستای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران انجام میده. مثلا نگاه بکنید این تیپ رو به علت عدم تامین مالی قرار شد که به لیبی بفرستن و این تیپ اومد که وارد همکاری با هفتر شد به جای اینکه مبارزه بکنه با هفتر و حتی قرار شد که به اوکراین برسه. این تیم فعالیت‌های گسترده‌ای رو در جمهوری آذربایجان انجام داد و حتی در سال 2012 مشاهده هستیم که قرار بود که سفارت اسرائیل در باکو مورد هدف قرار بگیره، موساد با همکاری که با MTN آذربایجان انجام داد توانست این موارد رو خنثی کنه. به نظر من فشاری که امروز وارد میشه و استفاده از این مسئله توسط جمهوری آذربایجان به این نحو است که جمهوری اسلامی ایران حمایت‌هاش از تیپ حسینیون و فعالیت‌های صادرات انقلاب اسلامی رو به این جمهوری سکولار متوقف بکنه و شاید در همین راستا برخی از این اعضا که به نظر جمهوری اسلامی ایران باید جمهوری آذربایجان عودت داده بشن به باکو در روند پرونده‌ای که قرار هست پیگیری بشه و مقصرینش مشخص بشه بین جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران مراوده بشه و به نظر من فکر می‌کنم که کماکان این امکان وجود نداره و روابط تیره‌تر خواهد شد که نقش اسرائیل و همچنین به انزوا کشوندن جمهوری اسلامی ایران در سطح دیپلماتیک و منطقه هم در بحث جمهوری آذربایجان بسیار مهم و حیاتی است. سپاس از شما رضا طالبی، روزنامه‌نگار از استانبول. همراهی هنرمندان با خیزش انقلابی مردم ایران همچنان ادامه دارد. ویدئوی به دست ما رسیده که هنرمندی را در حال کشیدن یک طرح اعتراضی نشان می‌دهد. شکستن تو بود غروب خسته بود که من سرم هنوز رو دامن تو بود، صدای پای تو که توی راه زبون می کشی تمام روحم برای دیدنت به خون می کشی سپاس از همراهیتون با این مجموعه خبری. تا دقایق دیگر با ادامه این بخش همراه شما خواهم بود. با ما بمونید. ممنون که بیننده این بخش خبری از ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. ادامه خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی. مردم در محله‌های مختلف تهران و کرج شعارهای شبانه ضد حکومتی سر دادند. ایرانیان نروژ و سوئد در همبستگی با و حمایت از مردم ایران تجمع کردند. ادامه خیزش جهانی ایرانیان برای تروریست خواندن سپاه پاسداران. ایرانی ها در مونترال کانادا خواستار قرار گرفتن این نهاد نظامی در فهرست گروه های تروریستی شدند. انتشار ویدئوهای تخلیه سفارت آذربایجان در تهران. گزارش ها حاکی از بالا گرفتن اختلافات دیپلماتیک میان ایران و آذربایجان در پی حمله به سفارتخانه است. باکو میگوید حمله سازمان یافته و تروریستی بوده. یه پد آخوندن فواشن هم نمیدونم چی. انفجار در یک مرکز مهمات سازی در اصفهان به دنبال حمله پهپادی. وزارت دفاع از ساقط کردن یک ریسپرنده خبر داد.
و افزایش مجروحان زمین لرزه 5.9 ریشتری در آذربایجان غربی. آخرین گزارش ها حاکی از کشته شدن 3 نفر و مصدومیت بیش از 816 نفر است. به دنبال وقوع انفجار در یکی از مراکز مهماتسازی در اصفهان، وزارت دفاع حمله پهپادی به این مرکز را تایید کرد. این وزارتخانه در بیانیه اعلام کرده حمله با استفاده از ریز پرنده ها و پهپاد صورت گرفته که یکی از آنها هدف پدافند هوایی و 2 فروند دیگر در تله های پدافندی گرفتار و منفجر شدند، اما این حمله تلفات جانی نداشته. کاربران در شبکه‌های اجتماعی از شنیدن چند صدای انفجار در شهر خبر می‌دهند. یه پدافندم فوت کرده، نمی‌دونم چی. یه پهباد بود، درسته؟ یه پهباده. چه خبره دادا؟ چطور شده؟ والا این سر میگم اصلا خونه میگم مقدسه. اصلا شب اصفهان سمت ملکشاه خان اصفهان هستیم. صدای سه انفجار مهیب رو شنیدیم، اونا نورش یه لحظه اومد، الان صداش میاد. یا ابوالفاس، یا ابوالفاس. حالا بعضی ها میگن که منفجرش کردن، اصلا هم نمیشه فیلم بگیری از بس مأمور ریخته. انشالله که زدنش به امید نابودی حکومت جمهوری اسلامی خائن. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل و امور استراتژیک میگوید این حمله نشان دهنده آسیب پذیری جمهوری اسلامی در زمینه نظامی است. خب دقیقا مشخص نیستش که در واقع از چه نوع ریز پرنده استفاده شده، چون اینجا تفاوت هستش بین ریز پرنده ها و پهبات ها. اون چیزی که به طور رسمی در واقع بهش اذعان شده این هستش که این حمله توسط ریز پرنده ها انجام شده یا همون کواد کوپتر ها. خب اینها این ریز پرنده ها ابعادشون به طور کلی در طول، عرض و ارتفاع از 15 سانتی متر بیشتر نیستش. وزن اونها به طور تقریبی 50 گرم هستش. بین 20 تا 60 دقیقه میتونن پرواز بکنن و اون عملیات خودشون رو انجام بدن. برد عملیاتیشون هم بین 10 تا 20 کیلومتر هستش و سرعت پروازشون هم بین 10 متر تا 20 متر بر ثانیه هستش. میتونن یک سر جنگی که توش مواد منفجره هستش به وزن حالا 5 تا 10 کیلو رو و برای اهداف مشخص استفاده میشن و با موتورهای الکتریکی یا بازوهای شیمیایی رفت و برگشت هم کار میکنن و به دلیل اینکه ابعادشون کوچک هستش، سرعت و قدرت و خاصیت پنهانکاری بالایی دارن، میتونن نفوذ بکنن به حریم هوایی دشمن و بتونن ماموریت خودشون رو انجام بدن و بعضا همونطور که گفتم روی حمله رو اهداف خاص و مشخص استفاده میشن. تو این مورد دقیقا مشخص نیستش که اون تأسیسات وزارت دفاع در اونجا انبار مهمات بوده، در فعالیت‌های پهبادی جمهوری اسلامی اونجا مرتبط بوده با اون، یا اینکه فعالیت‌های اتمی جمهوری اسلامی بوده یا فعالیت‌های موشکی. ولی خب همین که این انبار مهمات را گفتن که تو این تأسیسات وزارت دفاع بوده وسط شهر، خب این خودش در واقع جای سوال هستش که چرا یک انبار مهماتی توی وسط شهر در اصفهان در اونجا قرار داره و تونسته این ریز پرنده‌ها به اونها حمله بکنه. حمله پهپادی به تأسیسات نظامی اصفهان در رسانه‌های اسرائیلی هم بازتاب داشته. وبسایت روزنامه جروزلم پست در تحلیلی نوشته در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی مدعی هستند این حمله ناموفق بوده، تصاویر منتشر شده از محل چیز دیگری را نشان می‌دهد.
همزمان محمد مرندی مشاور تیم مذاکره کننده اتمی جمهوری اسلامی در توییتی نوشته اسرائیل با توجه به حملات تروریستی هفته قبل در اورشلیم انگیزه لازم برای این حملات را داشته. برای بررسی بیشتر این خبر همکارم اشکان صفایی از اورشلیم همراه ماست. اشکان وقتت بخیر، میتونی بیشتر درباره واکنش‌ها در رسانه‌های اسرائیلی درباره این حمله برامون بگی؟ بله، خب آقای توی در واقع همین مصاحبه که الان پخش شد گفتن که هنوز مشخص نیست که هدف این حمله کجا بوده. در حال حاضر اینتلی تایمز که یک وبلاگ و حساب توییتری هست در اسرائیل که خبرهای اطلاعاتی رو منتشر میکنه، در توییتی که زده گفته که هدف این حمله پژوهشگاه فضایی ایران بوده، یک در واقع مؤسسه تحقیقاتی که وابسته هست به وزارت دفاع و همچنین با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همکاری میکنه. از اون طرف همونطوری که در مقدمه خبر هم بود، جروسالم پست در یک مطلبی که منتشر کرده به قلم ست فرانسمن که چند سالی هست که در واقع به صورت اختصاصی موضوع پهپادها رو در خاورمیانه دنبال میکنه، نوشته که علارغم این ادعای مقامات جمهوری اسلامی که میگن این حمله ناموفق بوده، اون چیزی که ما در تصاویر میبینیم و همچنین خبرهایی که در واقع از ایران رسیده، از جمله این که صدای سه انفجار شنیده شده و همچنین انفجاری که ما در تصویر میبینیم، نشون میده که حتما یک اتفاقی افتاده و اونطوری که مقامات جمهوری اسلامی ادعا میکنن لزوما هم این حمله ناموفق نبوده. در ادامه این مقاله جروزالم پست در اونجا هم اشاره شده که در مشخص است که هدف اصلی این حمله در واقع چه چیزی بوده، آیا جایی بوده که در اون جمهوری اسلامی داره پهپاد میسازه، آیا فقط یک انبار بوده یا مؤسسه تحقیقاتی بوده یا چیز دیگری بوده. و اشاره هم شده که در قبل در ماهای گذشته برخی از حملات این چینی به اسرائیل نسبت داده شده بود. این در حالی هست که مثلا کانال 12 تلویزیون اسرائیل در اخبار بامدادی امروزش کارشناس نظامیش وقتی که ازش در این مورد سوال کردند گفت که مقامات جمهوری اسلامی هنوز اسرائیل رو متهم نکردند و آمریکا رو به گفته او در واقع متهم می‌کنند و گفت که ما هم فعلا در واقع چیزی به این ادعای مقامات جمهوری اسلامی اضافه نمی‌کنیم، فقط باید گفت که تا این لحظه هنوز ما واکنشی از مقامات رسمی در اسرائیل ندیدیم، که خب البته این هم طبیعی است، معمولا مقامات اسرائیلی به چنین گزارش‌های واکنش نشون نمیدن. ممنون از تو اشکان صفایی از اورشلیم. یک واحد تصفیه روغن خودرو در شهرک صنعتی سلیمی آذرشهر دچار آتش سوزی شده. بر اساس گزارش‌ها برخی مخازن روغن این واحد تولیدی به دلیل حرارت بالا منفجر شده. هنوز از علت دقیق این حادثه و شمار مصدومان احتمالی اون گزارشی در دست نیست. محمد باقر هنربر مدیر کل مدیریت بحران آذربایجان شرقی در ارتباط با این آتش سوزی گفته 25 دستگاه خودروی آتش نشانی در عملیات اطفاء حریق این واحد تولیدی حضور داشتند. نگاهی به دیگر خبرهای مهم امروز ایران. شاهزاده رضا پهلوی در توییتی با اشاره به گذشت 4 دهه از ترور علی اکبر طباطبایی وابسته پیشین مطبوعاتی سفارت ایران در آمریکا گفت هوشیاری امروز ایالات متحده در حفاظت از مسیح علی نژاد موجب خوشحالی است. او گفته همه ما یک صدا تلاش‌های رژیم برای حذف روزنامه نگاران و مخالفان را محکوم می‌کنیم. شاهزاده رضا پهلوی تاکید کرد 43 سال جنایت این جمهوری ترور و وحشت در سراسر جهان فقط با سرنگونی آن پایان می‌یابد. تحریم جشنواره فیلم فجر از سوی هنرمندان همچنان ادامه دارد. علی نصیریان، بازیگر سینما و تئاتر، با انتشار نامه خطاب به دبیر این جشنواره از حضور در مراسم امسال انصراف داد. پیشتر 7 نفر از بازیگران فیلم سینمایی چرا گریه نمی کنی؟ از جمله هانیه توسلی، باران کوثری، مانی حقیقی و علی مصفا از حضور در این رویداد انصراف داده بودند. با وقوع زمین لرزه به بزرگی 5.9 ریشتر در خوی و مناطقی از استان آذربایجان غربی دست کم 3 نفر کشته و بیش از 816 نفر زخمی شدند. در سلماس هم چند نفر مصدوم شدند. بنا به گفته استاندار آذربایجان غربی 70 روستا هم در این زمین لرزه آسیب دیدند.
ویدئو رسیده به ایران اینترنشنال. خرابی های منطقه فریورق که کانون زلزله فیروورق ببخشید که کانون زلزله آذربایجان غربی بوده رو نشون میده. این منطقه اکنون زیر بارش برفه. ویدئوی رسیده به ایران اینترنشنال همچنین نشون میده کمک رسانی به مردم زلزله زده خود به کندی صورت میگیره و مردم از کمبود دچار اشکال و مشکل در نحوه کمک رسانی هستند. آقا وضعیت اسفناک هلال احمر به وضعیتمز ده شهرستان خوی روستای بدل آباد رضا حاجی حسینی روزنامه‌نگار از آخرین اخبار و جزئیات زمین لرزه در استان آذربایجان غربی میگه. بر اساس آخرین خبرها در منابع رسمی 3 کشته بر جای گذاشته این زلزله، بیش از 800 زخمی، منتها در منابع غیر رسمی من دیدم که عدد کشته شده ها رو تا 9 نفر هم ذکر کردند. از شب گذشته به دلیل سرما و شرایطی که ایجاد شده است خیلی از مردم مناطق آسیب دیده تلاش داشتند که خودشون رو به شهرهای دیگه برسونند، جایی اگر اقوام و آشنایانی داشتند به سمت تبریز به سمت ارومیه رفتند. طبیعتاً این مسئله باعث ترافیک در راه ها و مشکلات دیگری شده است. همینطور با توجه به آسیب دیدگی جاده ها خب این نقل و انتقالات هم آسان نبوده. با توجه به شرایطی که ایجاد شده به نظر میرسه که سرمای هوا و دشواری هایی که به هر حال از قبل هم وجود داشته، چون ما میدونیم که 28 دی ماه هم همین مناطق دچار زلزله شدن و طبیعتاً شرایط سختی رو دارن. یک مشکل اساسی که وجود داره پس درزه های فراوان است که اتفاق افتاده. تا 19 پس درزه رو من دیدم که گزارش کردند و پس درزه های شدیدی هم بودند و اینها باز هم به هر حال وضعیت رو دشوارتر میکنه برای اهالی و مردم مناطق آسیب دیده. که ساعت 14 باز با شما خواهم بود.